قدرت برای آدم ها خیلی فرق میکنه. قدرت مثلا یه کسی میره دنبال پول، استفاده قدرت رو از پول انجام میده، اما شخص خود رئیسی یه شخصیتی داره، یه شخصیتی دوست داره مثلا مثل خامنه ای دست کن بده و مثلا یه حالت بزرگی رو اینها انجام بده. اما یه فرقی داره با شخصیت های دیگه سیاسی، اینجا میخوام بگم فرقش با احمدی نژاد چیه و حتی با لاریجانی ها. ببینیم بحث مطیع بودن آدم ها عموما تا یک جای رد میشه. یعنی مثلا احمدی نژاد بالاخره 84 اینا پیش خودشون گفتن یکی رو میاریم، اون موقع دیگه سوار میشیم دولت رو دست میگیریم، کی؟ عموما سپاه، یعنی یک دولت عمیق به نام سپاه. خب احمدی نژاد 4 سال اول سواری داد، حالا شاید این کلمه خوب نباشه اما واقعا سواری داد، اونها هم استفاده کردن، سپاه تسلط پیدا کرد. 4 سال دوم خب یک انا رجلونی گفت. لاریجانی ها هم همینن، به دلیل اینکه خب به اونها خواستگاه سیاسی مختلفی دارن یا برای خودشون یک شخصیتی قائل میشن، اونها هم میرسن به یک جایی که اونها هم دیگه حرف نمیشنون از اون دولت عمیق. روحانی هم که دیگه شخصیت امنیتی بوده که اصلا نمیتونست خیلی حرف بشنوه از اون دولت عمیق، حالا شخص خامنه ای فرق میکنه. اما رئیسی توی این سالا نشون داد به خاطر اون توهی بودنه که نمیتونه انا رجلونی بگه، نمیتونه بگه من مثلا کسی هستم برای خودم، نه حرف درست میتونه بزنه، نه سوادی داره، حوزه هم نخونده. بالاخره کسی که مثلا میخواد بیاد در این سطح ادعای بزرگی و آقایی بکنه به قول خودشون باید بهش بیاد، به رئیسی همینم هم نمیاد. یعنی کسی که مثلا 18 سالگی رفته شده چیز لمعه هم به قول خودش تموم نکرده، لمعه یعنی تو اون دو سه سال اول حوزه هم تموم نکرده، خب این طرف که نمیتونه بیاد برای اینا خیلی گندگی بکنه، بزرگی بکنه. اینجاست که دیگه به رئیسی کم کم اعتماد کرده. یک حلقه مفقوده‌ای داره زندگی رئیسی آقای مهدوی آزاد. بعد از قوه قضاییه معاونت تا بر آستان قصر رئیسی یک دوره ترد شد، رسید تنها مسئولیتش این بود که شد تولیت آستانش امامزاده صالح، یعنی تا این حد اومد پایین و بد شد. اونجاست که نقش اون حلقه مشهد علم الهدا، زنش توی پرانتز بگم زنش خیلی شخصیت یعنی شاید استبدادی داره رو خود رئیسی، اون زنه تونست خیلی لابی بکنه با سپاه و بتونه این اعتماد اون دولت عمیق، اون دولت نمیتونم بگم دولت در سایه، چرا میگم دولت عمیق؟ چون در عمق دستگاه‌های مختلف، نهادهای مختلف جمهوری اسلامی است که سپاه اومد این اعتماد رو جلب کرد که رئیسی مثل احمدی نژاد نمیشه، هر چی بگید قبول میکنه. از اون ور رفت آستان قرط و یک امتحانی تو آستان قرط پس داد که اون همه پول رو به راحتی در اختیار اون دولت مافیایی در سایه قرار داد، این اعتماد رو جلب کرد، اومد تو ریاست جمهوری. تو ریاست جمهوری هم شما دیدید استاندارا، کسی که قبلش تا یک سال پیش 6 ماه پیش رئیس سپاه اون استان بوده شد استاندار، مثل خود آذربایجان شرقی اینها. اینجا بود که سپاه اومد و این رو به خاطر اون تهی بودن شخصیتش، برای اینکه احتمال داد که این خیلی براش شاید مشکل ایجاد نکنه و بعداً انا رجلون نگه مثل احمدی نژاد و کسان دیگه، اومد بهش این اعتماد کرد آورد اینجا و از اون سمت خودش هم شخصیتی دوست داره بره این برمون و فقط عکس بگیره، خیلی دخالت نکنه تو کار اون دولت عمیقی که حالا داره